اشعار جاویدان حافظ. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. ساکنان سرزمین باستانی ایران در راه سازندگی و پیشرفت گام برمی‌دارند. حرکتی که بذر سبزترین رویاها را در جان مردمان هر مرز و بوم به بار می‌نشاند. و این چنین است که افتخارات ملی جانمایه اعتماد به نفس، امید و تکاپو می‌گردد. ایرانیان در زمینه‌های علمی، ادبی و هنری یادگارهای جاویدانی را به بشریت عرضه کرده و سهم بالایی در پیشرفت علم داشتند. مجسمه برنزی 1800 کیلوگرمی ناپیراسو که در حدود 3200 سال پیش در شوش ساخته شده و اکنون در موزه لوور نگهداری می‌گردد، نشان از پیشرفته بودن صنعت فلزکاری و هنر مجسمه سازی در آن دوران دارد. یکی از مهمترین وقایع زندگی بشر ابداع خط بود. ایرانیان یکی از اولین مللی بودند که خط میخی را ابداع نمودند. نمونه این خطوط میخی آجر نبشته های کشف شده در زیگورات شهر باستانی دورانتاش است که به نام چغازنبیل در لیست آثار جهانی یونسکو نیز ثبت شد. این آجر نبشته ها سندی است بر دانشوری ایرانیان باستان، صفتی که در نزد همه اقوام امتیازی ارجمند به شمار می آید. نخستین فرمان جهانی حقوق بشر توسط ایرانیان نگاشته شد. کوروش این فرمان را پس از فتح بابل صادر کرد. فرمان آزادی کوروش که بر استوانه ای از گل پخته نوشته شده، همکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود. سنگ نبشته های تخت جمشید که با نام اهورامزدا، هستی بخش دانا یا به تعبیر فردوسی بزرگ خداوند جان و خرد آغاز می‌گردد، سندی است بر پیشرو بودن ایرانیان در کنار گذاشتن خدایان پنداری و روی آوردن به یکتاپرستی. بنای تخت جمشید که 2500 سال پیش ساخته شد و بخشی از سقف‌های آن به بلندی یک ساختمان 6 طبقه بوده، نشان از پیشرفته بودن دانش مهندسی در ایران باستان دارد. در آسمان ادبیات نیز ایران ستاره‌های درخشان دارد. یکی از این بزرگان حافظ است که در حدود 600 سال پیش در شیراز می‌زیست. شاعری به نام محمد که امروزه به نام حافظ از او یاد می شود. فردی متفکر و تفکر انگیز، فرزانی با اندیشه های عمیق و احساس ها و عواطف ژرف انسانی. در طول تاریخ افراد بسیاری شعر سرودند، ولی تعداد انگوش شماری به شهرت جهانی دست یافته و آثار آنان مورد توجه اندیشمندان و ادب دوستان جهان قرار گرفته و بر فرهنگ بشریت اثر گذاشتند.
شاعرانی دانا و آگاه به آدمی و روزگار آدمی، حکیمانی که با قلم خود بر بیدانشی و دیو خویی تاختند. گاه زیبایی و روانی سخنان آنان به گونه‌ای بوده که در هیئت ضرب المثل رواج یافته است. می توان گفت در روزگار حافظ بزرگان جامعه را از نظر ادبی و قدرت اجتماعی خواجه می خواندند. لقب حافظ شمس الدین بوده. این لقب را از بیت زیر که در قطعه‌ای که در رابطه با وفات اوست می توان دریافت: به سوی جنت اعلی روان شد فرید عهد شمس الدین محمد. تخلص شاعر حافظ است. تخلص نام مستعاری است که غزل سرایان برای خود انتخاب کرده و در پایان غزلهای خود آن را در بیتی به کار می برند. به کسانی که قرآن را از بر داشتند حافظ می گفتند. همچنین این لقب به کسانی که از موسیقی آگاهی داشتند اطلاق می شده. این شاعر بزرگ نیز چنانچه از اشعار او برمی آید با سازها و دستگاه های موسیقی آشنایی داشته است. بدان سان سوخت چون شمعم که بر من صراحی گریه و بربط فغان کرد. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. تاریخ تولد حافظ را بین 695 تا 710 هجری خورشیدی یا 715 تا 730 هجری قمری ذکر کردند و طول عمر وی را 46 تا 65 سال. سنگی که اکنون بر مزار حافظ قرار دارد در زمان کریم خان زند ساخته شده است. مقبره او در سال 1315 توسط آندره گودار طراحی شد. این بنا به شکل کلاه درویشان است و 8 ستون این بنا نمادی است از قرن 8 هجری که شاعر در آن میزیسته. پدر حافظ در سن کودکی فوت نمود. گفته می شود او برای امرار معاش در دوران نوجوانی مشغول به کار شد. در نزدیکی محل کارش مکتبی بود که وی بخشی از اوقات فراغت خود را به تحصیل در آنجا می پرداخت. آنگونه که در مقدمه محمد گلندام، دوست و جمع کننده دیوان حافظ برآمده، وی به دانش اندوزی در زمینه‌های علوم ادبی و دینی از قبیل کلام، تفسیر و خواندن دیوان‌های شاعران ایرانی و عرب مشغول بوده. درباره عشق خواجه شیراز به دختری به نام شاخ نبات و ازدواج او مطالبی گفته شده که حافظ شناسان این مطالب را جزء افسانه های عامیانه می دانند. برترین سند و مدرک برای شناختن حافظ اشعار اوست. دیوان حافظ سالها پس از مرگ او جمع‌آوری گردید. قدیمی‌ترین نسخه ها تقریباً 20 سال پس از زمان مرگ وی نگاشته شد. شناختن وی از روی آثارش بسیار دشوار است. شعر حافظ مانند آینه ایست که هر کس در آن نگاه کند تصویر تفکرات و ایده های خود را در آن می‌بیند و از دیدگاه خود با حافظ همراه می شود.
به همان اندازه که شناختن حافظ مشکل است، به همان اندازه درس آموختن از او آسان است. حافظ زیباترین و کاربردی‌ترین درس‌های زندگی را با زیباترین و قابل فهم‌ترین زبان به ما می‌آموزد. فال حافظ. برخی حافظ را لسان الغیب میگویند، یعنی کسی که از غیب سخن میگوید، و بر اساس بیتی از شعر حافظ او معتقد است که کسی زبان غیب نیست. ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. یکی از صنایع شعری ایهام است، بدین معنا که از یک کلمه معانی متفاوتی برداشت می شود. ایهام در اشعار حافظ به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته. همچنین از مهمترین خصوصیات شعر حافظ گستردگی مطالب آورده شده در یک غزل است، به گونه ای که در یک غزل از موضوعهای فراوانی حرف می‌زند. هر بیت شعر حافظ نیز به طور مستقل قابل تفسیر است. این خصوصیات شعر حافظ باعث شده که هر کس با هر نیتی دیوان حافظ را بکشاید و غزلی از آن بخواند، در مورد نیت خود کلمه یا جمله‌ای در آن غزل می‌یابد و فرد فکر می‌کند که حافظ نیت او را خوانده و به وی جواب داده است، غافل از اینکه این خاصیت شعر حافظ است و در بقیه غزلیات او نیز کلمات یا جملاتی همخوان با نیت صاحب فال وجود دارد. حافظ زمانی که درمانده می شود به فال روی می آورد. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زدم فالی و فریاد رسی می آید. آنچه مسلم است حافظ معلم بسیار پرسودتر و قابل لمستر از حافظ فالگیر است. یکی از آموزش هایی که حافظ می دهد اعتماد به نفس است، خصوصیتی که لازمه برداشتن هر گامی برای پیشرفت در زندگی است. دوش از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازی. یکی دیگر از درس‌هایی که حافظ به ما می‌دهد این است که قدر لحظات کنونی زندگی را بدانیم، شاد باشیم حتی اگر خونین دلیم. چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت گوش.
وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش. با دل خونین لبی خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. راهبری است که به ما آموزش می‌دهد که چگونه به آرامش برسیم. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. حافظ تأکید می‌کند که همه در همه جا به دنبال خدایند و معرفت کردگار مانند نوری است که به همه جا رسوخ می کند. در مسجد و صومعه و میخانه خدا را می توان دید. گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. حافظ به ما یاد می دهد که برای رفتن به بهشت نیازی نیست چشم بر روی همه نعمتهای کردگار ببندیم و خود را در ریاضت قرار دهیم. خداوند مادیات و لذتهای دنیا را برای انسان آفریده و اگر انسان از این نعمتها استفاده نکند کفران نعمت است. فردا شراب کوثر و حور از برای ماست، امروز نیز ساقی محرو و جام می. حافظ یک انسان است مانند سایر انسان ها، فرزند آدم، آدمی که بهش را به دو دانه گندم فروخت. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اگر گناه نکند فرزند حضرت آدم نیست. تنها گناهی که حافظ می‌شناسد آزردن دیگران است. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کم آزاری است. او بدون اینکه مردم آزار باشد گناه می کند و سپس منتظر رحمت خدا می ماند. چو پیر سالک عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، معنای عفو و رحمت پروردگار چیست؟ لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی؟ خموش. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. بهشت اگرچه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستحضرم به همت او. مبارزه حافظ. روزگار حافظ روزگار زهد فروشی و ریاورزی است و حافظ سرسخت و بیباک به مبارزه با این مرض پرداخته. حافظ رندانه در هوای پلشت زمان خود جهانی آرمانی و انسانی آفریده.
بخش زیادی از دیوان حافظ به مبارزه با ریاکاران اختصاص داده شده. فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز. او تعصبات را کنار گذاشته و فارغ از هر قید و بندی به مبارزه با کسانی برخواسته که دین و قدرت خود را به عنوان سنگر و سلاحی برای تجاوز به حقوق دیگران مورد استفاده قرار می دهند. حافظ در این مبارزه به کسی رحم نمی کند. شیخ، مفتی، محتسب همه از کنایات و اشعار او آسیب می بینند. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. حافظا میخور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. او باده نوشی را برتر از زهد فروشی ریاکاران می داند. میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که ز روی ریا کنند. برخی حافظ را مانند نیچه و گوته، فیلسوفی حساس به مسائل وجودی انسان می دانند که آزاداندیش است و دروغ ستیز و خرافات ستیز. یکی از شخصیت‌های دیوان حافظ رند است. رندی که حافظ خلق می‌کند در واقع بازتاب خود اوست. رند دینداری است که افسار اعتقاداتش به دست فکر و اندیشه و تجربه خود اوست، نه به دست اعتقاد سازان. کسی به راحتی نمی‌تواند برای رند اعتقاد بسازد. رند ترکیبی است از انسان کامل صوفیان و فرد یک لاغوای آسمان جل که گردنکش و آزاده است و در مقابل ارزش‌های تحمیلی دروغین ایستادگی می‌کند. رند اهل عشق است، هم عشق آسمانی و عرفانی و هم زمینی و انسانی. اهل دروغ نیست، اهل فضل است، ولی فضل فروش نیست. حافظ خود را رند و بی نیاز از زهد و ریا خوانده است. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. حافظ نیز مانند هر انسان دیگری دارای حالاتی گوناگون بوده و در حالات مختلف سخنان او دارای جلوه های مختلفی است. چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد، من نآنم که زبونی کشم از دست فلک. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. می و معشوق در شعر حافظ.
حافظ با می و معشوق همدم است و در این راه از هیچ کس پروایی ندارد. سخن غیر مگو با من معشوق پرست که از وی